سال 1793 در یکی از پلتلاتوم ترین دوران تاریخ فرانسه، دورانی که یک سوءزن کوچیک کافی بود تا شما رو به گیوتین بسپاره، مردی که یک زمانی معلم ناپلئون بناپارت بود، در میان این آشوب انقلاب فرانسه از تیغ مرگ گریخت. در حالی که برخی از بزرگترین ذهن‌های زمانش مثل لاوازیه نتونستن از این سرنوشت فرار کنن. تو این ویدیو به زندگی پرماجرای لاپلاس میپردازیم. پیر سیمون لاپلاس یک همه چیز دان فرانسوی قرن 17 و 18 بود. کارهای اون تأثیر زیادی در مهندسی، ریاضیات، فیزیک و حتی فلسفه داشته. اوایل زندگی لاپلاس در 23 مارس 1749 در یک خانواده مذهبی کاتولیک در نورماندی متولد شد. پدرش تاجر شراب سفید بود و دوست داشت لاپلاس مسیر دین رو دنبال بگیره. برای همین اونو به دبستانی وابسته به کلیسای کاتولیک فرستاد و وقتی 16 ساله بود در دبیرستان مذهبی کان در رشته الهیات تحصیل میکرد. از همون سال اول دبیرستان استعداد ریاضیاتی لاپلاس خودشو نشون داد. اون متوجه شد علاقه بیشتری به کشف ریاضیات داره تا پیگیری مسائل کلیسای کاتولیک. پس مدرسه کان رو ترک کرد و با یه توصیه نامه از یکی از معلمای ریاضیش به اسم لوکانو به پاریس رفت. لوکانو سفارش لاپلاس رو به دلامبر دانشمند فرانسوی قرن 18 کرده بود. دلامبر به خاطر فرمولش برای حل معادله موج و ارائه اولین تلاشش برای اثبات قضیه اساسی جبر معروفه. در اون زمان دلامبر یکی از پژوهشگران آکادمی علوم فرانسه بود و خیلی زود متوجه توانایی‌های لاپلاس در ریاضیات شد. پس لاپلاس رو زیر پروبال خودش گرفت و موقعیتی فراهم کرد که اون در مدرسه نظامی فرانسه تدریس کنه. همین موقعیت بود که لاپلاس رو با افراد قدرتمند فرانسه آشنا کرد و یه نمونه از این افراد ناپلئون بناپارت بود که در سال 1784 شاگرد لاپلاس بود. لاپلاس اولین کار جدی خودش رو در سن 21 سالگی به آکادمی علوم ارائه داد. موضوع این کار درباره نقاط بحرانی منحنی ها بود که کامل کننده کار لاگرانژ در این زمینه بود. بعد از اون یه مقاله در مورد معادلات تفاضلی هم نوشت و سال بعد چند مقاله دیگه هم ارائه کرد که یکی از اونا در مورد حساب انتگرال بود. ولی مقاله‌ای که باعث ایجاد ارتباط بین لاپلاس و لاگرانژ شد، مقاله‌ای بود که وقتی 16 سالش بود شروع کرده بود. به اسم تحقیق در مورد تغییرات بی نهایت کوچک و تفاضل‌های متناهی. از سال 1771 تا 2 سال بعدش لاپلاس به شدت مشتاق این بود که یکی از اعضای اصلی آکادمی علوم بشه. ولی در نهایت در سال 1773 آکادمی علوم اونو به عنوان یکی از اعضای وابسته به آکادمی معرفی کردند. در بخش عمده ای از دوران حرفه‌ای لاپلاس اون به شدت به فیزیک ریاضی علاقه‌مند بود. فیزیک ریاضی یه رشته‌ایه که به کاربرد روش‌های ریاضی در حل مسائل فیزیک و توسعه نظریه‌های فیزیکی می‌پردازه. لاپلاس در سن 26 سالگی نظریه دینامیکی جذر و مد رو توسعه داد. این نظریه به بررسی حرکات و نیروهای مؤثر در پدیده‌های جذر و مد با توجه به تأثیر گرانش و چرخش زمینه. تو این نظریه لاپلاس توضیح میده که چرا جذر و مدها میتونن به 15 متر هم برسن، در حالی که قبل از اون نظریه تعادل نیوتن تا ارتفاع نیم متر رو محاسبه کرده بود. علتش هم این بود که در نظریه تعادل نیوتن چرخش زمین نادیده گرفته میشد. در همون سال لاپلاس مقاله‌ای در مورد پایداری منظومه شمسی منتشر کرد. تمرکز این مقاله به کوچک شدن مدار مشتری و بزرگ شدن مدار زحل بود. اویلر و لاگرانژ قبل از اون روی همین مسئله کار کرده بودند، ولی در محاسباتشون یه سری تقریب‌ها رو نادیده گرفته بودند.
ولی لاپلاس ثابت کرد که اتفاقاً این چیزهای نادیده گرفته شده در طول زمان یک پارچه میشن و تأثیر خودشونو میذارن. تحقیقات با لاوازیه. در اوایل دهه 1780 وقتی لاپلاس در دهه 30 زندگیش بود، همکاریش رو با آنتوان لاوازیه، شیمیدان برجسته و پدر علم شیمی مدرن آغاز کرد. اونا مقاله‌ای به اسم یادداشت‌هایی درباره گرما منتشر کردند. این مقاله نظریه جنبشی حرکت مولکولی رو شرح میده و نشون میده که سرعت صوت در هوا به نسبت گرما نیز بستگی داره، که این معروف به ضریب لاپلاس. همچنین تو این مقاله به این اشاره کردن که تنفس نوعی احتراقه، پتانسیل اسکالر و معادله لاپلاس. وقتی لاپلاس 34 ساله بود، ایده پتانسیل اسکالر رو توسعه داد. پتانسیل اسکالر میگه که انرژی پتانسیل یک جسم در میدان گرانشی یا الکتریکی بستگی به موقعیت اون جسم داره، نه مسیری که جسم طی کرده. لاپلاس با به کار بردن حساب دیفرانسیل و انتگرال روی تابع پتانسیل معادله‌ای رو به دست آورد که معروف به معادله لاپلاس. این معادله شامل جمع مشتق دوم یک تابع سه متغیر است و معادله لاپلاس نقش کلیدی رو در پیشرفت دینامیک سیالات، الکتریسیته و مغناطیس داره. تبدیل لاپلاس. در سال 1785 لاپلاس بالاخره تونست در آکادمی علوم فرانسه ترفیع بگیره. لاپلاس در اون سال یکی از مهمترین کاراش رو ارائه داد، یعنی تبدیل لاپلاس. تبدیلی که به طور قابل توجهی حل معادلات دیفرانسیل خطی رو ساده میکنه. ولی اجازه بدین بیشتر از این دربارش نگم، چون تصمیم دارم یه ویدیوی اختصاصی ازش درست کنم. وقتی لاپلاس 39 ساله بود، با دختر 18 ساله‌ای به اسم ماهریش ازدواج کرد. حاصل این ازدواج دو فرزند به نام‌های شارل امیل و سوفی بود. در همون زمان‌ها بود که لاپلاس عضو کمیته استانداردسازی وزن‌ها و مقیاس‌ها شد. اون تو این کمیته روی سیستم‌های متریک کار می‌کرد و با دانشمندانی مثل لاوازیه و لاگرانج همکار بود. میرسیم به سال 1793، دوران روب و وحشت فرانسه. این دوران یکی از پرتلاطم‌ترین دوران تاریخ فرانسه بود که با تغییرات بنیادی در ساختار قدرت و جامعه همراه شده بود. شکاف طبقاتی زیادی وجود داشت و همین باعث شده بود که مردم عادی از نخبگان و دانشمندان متنفر باشند، چون اونا رو به عنوان بخشی از نظام اشرافی و سلطنتی می دیدن. در همین دوره همه اعضای کمیته استاندارد به جز لاگرانج یا فرار کردند یا مثل لاوازیه زیر تیغ اعدام با گیوتین رفتن. لاپلاس به خاطر هوش بالا و شاید هم شانسی که داشت قبل از این اعدام ها با خانوادش از پاریس فرار کرده بود و به 50 کیلومتری خارج از شهر پاریس نقل مکان کردند و تا سال 1794 به پاریس برنگشتند. تو این دوره تقریباً یک ساله لاپلاس مشغول تدریس به معلمان بود. بازگشایی آکادمی علوم فرانسه. در سال 1814 وقتی لاپلاس 65 ساله بود، آکادمی علوم فرانسه دوباره کار خودش رو شروع کرد و لاپلاس اداره رصدخانه پاریس رو به عهده گرفت. اما به دلیل نظریه پردازی های بیش از حد مورد انتقاد دانشمندای دیگه قرار گرفت. لاپلاس قبل از اون یک کتاب نوشته بود به اسم نظام جهان. اون تو این کتاب به بررسی کلی منظومه شمسی بدون ورود به جزئیات پرداخته بود و در بخش پایانی این کتاب فرضیه سحابی رو معرفی کرد. فرضیه‌ای که در خصوص تشکیل و تکامل منظومه شمسیه. ولی این فرضیه قبل از لاپلاس توسط کانت مطرح شده بود و لاپلاس در کتابش اشاره‌ای به کانت نکرده بود. چند سال بعد لاپلاس کتاب مهم خودش به اسم مکانیک آسمانی رو در 5 جلد منتشر کرد.
هدف از این کتاب ترجمه کارهای نیوتن در اصول ریاضیات به زبان حساب دیفرانسیل و پر کردن جزئیات ناتمام کارهای نیوتن بود. ولی باز لاپلاس با اینکه برخی از یافته‌های دیگران رو در این کتاب آورده بود، اسامی اون افراد رو در کتابش نیاورد. البته بگم این رفتار اون زمان شایع بود. یکی از دلایلش هم میتونه این باشه که دانشمندا از کارهای همدیگه ناآگاه بودن. روابط با ناپلئون. در نوامبر سال 1799 ناپلئون کودتا کرد و به قدرت رسید. بعد از اون لاپلاس رو به عنوان وزیر کشور منصوب کرد. ظاهراً عملکرد لاپلاس در این سمت چندان خوب نبود و ناپلئون میگفت لاپلاس بیش از حد ریاضیاتیه و مشکلات رو پیچیده میکنه تا حلشون کنه. پس این پست به برادر ناپلئون واگذار شد. حضور لاپلاس در سیاست. با این وجود لاپلاس همچنان در سیاست فعال بود و این مسئله باعث شده بود که همکاراش اونو به عنوان یه فرصت طلب ببینن و از اون دوری کنن. به خاطر همین هم لاپلاس با ریاضیدانان کمی در ارتباط بود. بحث‌های فلسفی با ناپلئون. ناپلئون و لاپلاس رابطه خیلی خوبی با هم داشتن. اونا در مورد مسائل مختلف از فلسفه و سیاست گرفته تا مذهب بحث می‌کردن. و یکی از بیشترین چیزهایی که در موردش بحث می‌کردن وجود خدا بود. ناپلئون می‌گفت که لاپلاس در کتاب مکانیک آسمانی هیچ اشاره‌ای به خداوند نکرده. و پاسخ لاپلاس به این حرف ناپلئون این بود که من نیازی به این فرضیه ندارم. اون زمان در فرانسه نظام کاتولیک غالب بود و با اینکه لاپلاس در یه خانواده مذهبی بزرگ شده بود خودشو یه بی خدا می دونست. اون پیشرو فلسفه اگنوستیسیزم بود. این فلسفه با فلسفه آتئیست فرق داره. آتئیست ها کسایی هن که وجود خدا رو باور ندارن. ولی اگنوستیک ها نه به وجود خدا یقین دارن و نه وجود خدا رو رد می کنن. کلن هدف لاپلاس با وجود هر گونه دیدگاه مذهبی که داشت این بود که می خواست دین رو از علم جدا نگه داره. کاهش روابط لاپلاس و ناپلئون. در اوایل 1810 رابطه لاپلاس و ناپلئون روز به روز رو به افول می رفت. این به افول رفتن در ابتدا به خاطر این بود که لاپلاس احترامش رو نسبت به ناپلئون از دست داده بود، چون فکر میکرد ناپلئون یه رهبر ضعیفیه که به وعده‌هاش عمل نمی‌کنه. اما چیزی که در اصل باعث شکست این رابطه شد مرگ دختر لاپلاس بود. دختر لاپلاس موقع زایمانش میمیره و این باعث میشه لاپلاس روحیه خودش رو کاملا از دست بده و به افسردگی دچار بشه. ولی وقتی ناپلئون این خبر رو شنید به لاپلاس گفت تو یه ریاضیدانی، اینم مثل همه معادلات ریاضی، توی معادله بذار و میبینی این معادله به صفر میرسه. این حرف ناپلئون برای لاپلاس بسیار سنگین بود و در این حد بود که باعث شد لاپلاس از بازگشت سلطنت بوربون ها و شکست سلطنت ناپلئون به شدت حمایت کنه. با تمام اینا لاپلاس کارای ریاضی خودش رو انجام میداد. اون زمان اون یک کتاب دو جلدی به اسم نظریه تحلیلی احتمالات رو منتشر کرد و در ویرایش‌های بعدی این کتاب مقاله‌های فلسفی خودش هم قرار داد. این مقاله‌ها خیلی جالبن و ارتباط بین ریاضیات و فلسفه رو کاملا نشون میدن. مرگ و پایان. لاپلاس در سالهای باقی مونده از زندگیش کار در زمینه فیزیک و ریاضیات رو همچنان ادامه میداد و در صبح روز 5 مارس 1827 وقتی 78 ساله بود به مرگ طبیعی در پاریس درگذشت و آخرین حرف اون این بود: آنچه میدانیم ناچیزه و آنچه نمیدانیم بزرگ و فراخ.